ثبت جهانی یکی از قدیمی ترین مساجد ایران به دلیل ساخت بنایی در حریم آن با مشکل مواجه شده است. مسجد موسوم به تاریخانه در شهر دامغان در استان سمنان ایران از قدیمی ترین مساجد ساخته شده در ایران است که تاریخ ساخت آن به قرن دوم تا سوم هجری قمری برمی گردد. به گزارش همکارم علی اکبری در زمینه توجه بفرمایید. به گزارش سایت عصر ایران، مسجد مشهور به تاریخانه در شهر دامغان بر استان سمنان ایران از قدیمی ترین مساجد ساخته شده در ایران است که تاریخ ساخت آن به قرون دوم تا سوم هجری قمری باز می گردد. برخی کاوش های تاریخی نشان می دهد که این مسجد در زمان ساسانیان آتشکده بوده و پس از سقوط ساسانیان و اسلام آوردن ایرانیان به مسجد تغییر کاربری شده است. معماری خاص این مسجد و به ویژه ستون‌های قطور در شبستان شبیه به ستون‌های کاخ‌های ساسانی است که به ارزش میراث تاریخی و باستانی آن می‌افزاید. مسجد تاریخانه در سال 1310 ثبت آثار ملی سازمان میراث فرهنگ ایران شد، اما هنوز ثبت جهانی نشده است. فعالان میراث فرهنگی و تاریخی در تلاش هستند که این مسجد را به ثبت در فهرست میراث جهان اسلام برسانند، اما یک مانع مهم جلوی کار آنها را گرفته است. اخیراً یک ساختمان 4 طبقه در حریم مسجد تاریخانه در حال ساخت است که از موانع ثبت جهانی این بنای تاریخی است. صاحب این ساختمان اگر موفق شود آن را در حریم مسجد تاریخانه کامل کند، به راحتی سدی جلوی ثبت جهانی تاریخانه می سازد. پیش از این اداره میراث فرهنگی دامغان و سمنان کرارن در نامه هایی به شهرداری دامغان درخواست تخریب بنا را نمودند و متعاقب آن شهرداری دامغان هم در کمیسیون ماده 100 رأی به تخریب بنا داده، اما مالک دوباره به رأی اعتراض کرده و قرار تخریب به جریمه تبدیل شده است. این مسجد نمونه زیبا و کاملی از مساجد ساخته شده در قرون اولیه ورود اسلام به ایران محسوب می شود که تقریبا سالم و پابرجاست. سبک معماری مسجد الهام گرفته از معماری عهد ساسانی است. مسجد تاریخانه در بردارنده یک صحن مرکزی است که پیرامون آن را رواق‌های سرپوشیده در بر گرفته است. شبستان مسجد بر روی 18 ستون مدور سه ردیف ششتایی استوار شده است که این ستون ها 1.5 متر قطر دارند و از نظر ویژگی های معماری همانند ستون های کاخ های ساسانی هستند. تاق های مسجد از آجر است و به تاق های دوره پیش از اسلام شباهت بسیار دارد. مناره مسجد در قرن 5 هجری و در عهد سلجوقیان به مسجد اضافه شده است. این مسجد در قرون متمادی بارها مرمت شده است، اما مرمتکاران کاراشنا با ظرافت و هنر و تسلط خودشان کار تشخیص بخش مرمت شده و بخش باقی مانده از بنای اولیه را دشوار نمودند. علی اکبری، اخبار شیعه. همراه میشیم با امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران. سلام، وقتتون بخیر. آقای فراغت، چرا در خصوص حفظ و نگهداری آثار ملی و میراث تاریخی این سهل‌انگاری‌ها در ایران صورت می‌گیرد؟ ریشه این قصورها چیست؟ از مسئولان یه سوال میپرسم، چرا باید مسئولان نگران چیزی باشن که در گذشته دو تا تاریخ پرفراز و فرود ایرانیت و اسلام، مسئولان جمهوری اسلامی هنوز نمیدونن که شبکه‌های اجتماعی به داد ملت رسیده و مردم به گذشته خودشون اشراف و آگاهی پیدا کردن. بر همین اساسه که آثار باستانی ما چه در دوره ایران و چه در دوره اسلام رو نادیده می دوست دارن و اونطوری که در ابتدای سوالتون پرسیدم ریشه تمام این قصورها
بله جناب فراغت، آیا حتی به عنوان یک بنایی که ثبت آثار ملی شده هم نباید این حریم رعایت می شد؟ من صداتون رو ندارم، ولی همینطوری سوال دوم رو پاسخ میدم. ملت ها و کشورهایی که تاریخ قابل مطالعه و پرفراز و نشیب دارن، تاریخ پیدایش آمریکا رو نگاه کنید، تاریخ پیدایش ایران رو ما باید نگاه. موضوعی مثل مسجد تاریخانه ثبت ملی شده، اما به خاطر یه ساختمون خیلی احساس به آدمی خیلی احساس ناراحت کننده میده که چرا مسئولان جمهوری اسلامی چنین درکی رو ندارن از واقعیت های تاریخی که تمام دنیا به تاریخشون افتخار میکنن، الا مایی که به تاریخ از تاریخ گذشتمون فراری هستیم. بله، تبدیل حکم تخریب ساختمان در حریم مسجد تاریخانه به جریمه نشان پول محوری به جای قانون محوری در این زمینه ها نیست؟ امروز ما به دلیل اشتباهی که تو سیاست‌های داخلی و خارجی داریم، تمام شهرهای مختلف موضوع تبدیل به درآمدزایی شده. متاسفانه در کنار یک آثار ملی و جهان 4 طبقه ساخته که از اونم میخوان درآمدزایی کنن، و واقعا این احساس خندهداری به جامعه همه ملت ایران هم از نسبت به این موضوعات و بیتفاوتی هایی که مسئولان نسبت به آثار باستانی ما دارن و آثار اسلامی ما ناراحت. ممنونم از شما، امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران.